این جایی که ما را گذاشتی امرای فرزندمان در یک صحرای بی آب و علف به دستور رب العالمین است یا به دستور خدا؟ ابراهیم میگه این به دستور رب العالمین است. فرشته میآید به حضرت هاجر میگه این هاجر هرگز ترس نداشته باش، کسی که در جوار خانه پروردگار باشه هرگز ضایع نمیشود. چهار طرف را نگاه میکند کسی باشد که برای فرزندش آب پیدا بکند. رفت آمدی بی بی هاجره هفت بار مکمل اجرا میشه، میرود میآید، میرود میآید. اون از خوشحالی حضرت بی بی هاجره نمیرود. بعد از دیر وقتی نگذشته بود که ابراهیم علیه السلام آمد که اسماعیل علیه السلام تیر میسازد در زیر درخت و نزدیک چای زمزم. گفت فرزند من برای اعمار بیت الله شریف مامور شدم، باید بیت الله را اعمار بکنم. حضرت ابراهیم علیه السلام خودشان بیت الله را اعمار میکردن و فرزندشان داشتن برشان سنگ میآوردن در مقام ابراهیم علیه السلام. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الآیه. هزار گرامی، جوانان معزز، محاسن سفیدان گرام قدر، در گام نخست تحفه ناوجی عالمی بشریت را خدمتتان به لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عرض می دارم. ثانیاً، موضوعی که به توفیق رب العالمین امروز در پیرامونش صحبت میکنم درباره ابتدای بنای کعبه شریف است. بعد مسلمانانی که روزانه پنج وقت نماز را ادا میکنند و روزانه عبادت و بندگی الله متعال را می کنند به طرف قبله مسلمانان، بعد مسلمانان جهان اسلام معلومات کافی به آن طرف که نماز می خوانند داشته باشند. انسان مسلمان در هر کار و در هر شغلی که است معلومات از شغلش باید داشته باشد. روزانه که پنج وقت نماز را ادا می کند به طرف قبله باید معلومات کافی داشته باشد از قبله مسلمانان که کی بنیانگذاری کرده و کی اعمار کرده و چند بار اعمار شده در جهان کنونی. الله متعال در قرآن عظیم الشان می فرماید این اول بیت وضع للناس للذی ببکه. الله متعال برای جهانیان می فرماید نخستین خانه ای که جای عبادت رب العالمین است، نخستین خانه و نخستین عبادتگاه در مکه مکرمه بنا شده، بیت الله شریف. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدى للعالمین. الله برای جهانیان میفرماید این خانه ای که بنا شده است هدایت برای جهانیان است. بیت الله شریف، جایی که مسلمانان سال یک بار در آنجا تجمع می کنند، طواف بیت الله شریف را انجام می دهند.
با آن هم که مسلمانان در جهان کنونی سال یک بار به طواف بیت الله شریف می روند، از آنجا که برمی گردند اون تشنگی برایشان ایجاد شده از زمان تولد، اون تشنگیشان سیر نشده، نقطه پایین نیافته. باز هم که از آنجا می روند از نزدیک طواف بیت الله، طواف خانه بیت الله را می کنند، با آن هم که در هر کشور و در هر نقاط جهان که هستند باز می گردند، باز به مترف نماز می خوانند. به خاطر که انسان مسلمان روحاً مائل به طرف بیت الله شریف است، تشنه است، هیچ سیرایی ندارد. اگر یک مسلمانی به یک جایی یک بار یا دو بار یا ده بار برود، از اونجا امو محبت و امو علاقمندی که با اونجا داشته باشد کاهش می‌یابد. اما آن در آن جای مقدس و در آن جایی که عبادت رب العالمین می‌شود، مسلمان پنج وقت روزانه به طرف قبله نماز می‌خواند. سال یک بار مسلمانان تجمع می‌کنند، اما تشنگی انسان مسلمان کاهش نمی‌یابد، چون روحاً بنده مسلمان مائل و تمائلش به بیت الله شریف بیشتر است. مورخین در باره بنای بیت الله شریف می نویسند، می گوید اولین سخنی که مورخین برای جهانیان بازگو می کنند، می گویند بیت الله شریف را رب العالمین پیدا کرده است، هیچ خالق و هیچ مخلوق اعمار نکرده است. یا بعضی از مورخین می نویسند بیت الله شریف را آدم علیه السلام اعمار کرده است، بعضی از مورخین دیگر می نویسد که بیت الله شریف را حضرت شیر علیه السلام اعمار کرده است. مورخین معاصر می نویسند و از مطالعه‌ای که کسایی که اهل علم و دانش هستند در می یابند که مورخین معاصر نویشتر میتونیم که 11 بار خانه پروردگار بیت الله شریف اعمار شده، 11 بار مکمل اعمار شده، یکی پی دیگر. اولین بار بیت الله شریف توسط فرشته ها اعمار شد. الله فرشته ها را همه را جمع کرد، گفت که ما در روی زمین خلیفه پیدا میکنم، ما خلیفه پیدا میکنم در روی زمین که عبادت و بندگی مرا بکنند. اینی جاعل فی الارض خلیفه، الله میگه این ملائکه های ما در روی زمین خلیفه مقرر میکنم. ملائکه ها چی میگن؟ میگه خدایا وقتی که خلیفه مقرر میکنی در روی زمین فساد میکنن، خون میریزانن. الله در مقابل ملائکه میگه اینی اعلم ما لا تعلمون، اون چی را که من میدانم شما نمیدانید. فرشته ها به این گمان میشه که رب العالمین از ما غضب شده و بالای ما قهر شده، فورا 3 ساعت در گرد عرش معلا طواف میکنند. وقتی که در میابند ملائکه ها که رب العالمین از ما غضب شده، در گرد عرش معلا 3 ساعت طواف پروردگار را میکنند. وقتی که الله بالایشان رحم میکند، الله میبخشه ایشان فرشته ها. الله گفت اینی اعلم ما لا تعلمون، آنچه را که من میدانم شما نمیدانید. همان بود که رب العالمین در زیر عرش یک خانه
پیدا کرد به نام بیت المعمور. الله دستور داد برای فرشته ها که شما عبادتی مرا بکنین و طواف این خانه را بکنین. الله خانه در روی زمین پیدا کرد برای اهل زمین گفت که شما طواف این خانه بیت الله را بکنین. امروزه مسلمانان در جهان کنونی سال یک بار برای حج فرضی به آن جای مقدس می روند و طواف بیت الله را می کنند و حج عمره را همه وقت انسان می تواند انجام بدهد، اما حج فرضی را سال یک بار. دومین باری که این خانه اعمار شد آدم علیه السلام اعمار کرد. آدم علیه السلام پدر تمام مخلوقات که امروز در پدر تمام انسان هایی که در روی زمین زیست می کنند برای بار دوم بیت الله شریف را اعمار کرد. حضرت آدم علیه السلام و نقشه این خانه را حضرت جبرئیل برای حضرت آدم علیه السلام طرح‌ریزی کرد. وقتی که آغاز به کار کردن تهداب خانه را بکندن زمین صدا میده ای آدم علیه السلام همینجا متوقف بکن بس است. وقتی که تهداب خانه را میکندن ماما حوا خاک را انتقال میداد. حضرت آدم علیه السلام کار میکرد، خانمشان امرایشان هم کاری میکرد. باید مسلمانان امروز بفهمند که همکاری در میان زن و شوهری یکی از وجایب و یکی از قوانین زن و شوهری است که باید در مقابل یکدیگر همکار بوده باشند. یک تازی نبکند که من شوهر هستم، من حق دارم، نی او را موجودی ضعیفی است و خدا او را خلق کرده به خاطر حکم فرمایی ما تو خلق نکرده، او را حق زندگی دارد، حق نظر دارد، حق گفتار دارد و اگر تو در مقابل او ظلم میکنی خالقی که او را خلق کرده از پیشت انتقام میگیره. در زمان حضرت آدم علیه السلام دومین باری که این بیت الله شریف اعمار شده حضرت آدم علیه السلام اعمار کرده. سومین باری که اعمار شده در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام دوست پروردگار، خلیل پروردگار حضرت ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام اعمار شده. حضرت ابراهیم علیه السلام بیبی هاجره خانمشان را امرای جگرگوشهشان و دلبندشان بردن به مکه مکرمه در زیر سایه درختی اونجا نشاندنشان و اونجا امرایشان جرعی از آب و کمی از خرما در نزدشان بود. حضرت ابراهیم علیه السلام اینها را میگذارد و هیچ جنبنده و هیچ انسانی و هیچ چیزی دیده نمیشود. همون جا در یک صحرای خشک بی آب و علف فرزندش را همراه خانمش رها میکند. حضرت ابراهیم علیه السلام زمانی که رهایشان میکند حضرت ابراهیم علیه السلام فرزندشان زیر سایه اونجا خواب است و حضرت ابراهیم حرکت میکند با دل پر از غم فرزندش را امرای خانمش در یک صحرای بی آب و علف گذاشته. بیبی هاجره خانمشان دنبال حضرت ابراهیم برکت میکنند و فرزندشان زیر درخت است. یا ابراهیم چرا و ما را اینجا میگذاری و خودت حرکت میکنی؟ وقتی که فریاد میزند حضرت ابراهیم در مقابل حرف خانمشان به اعتناز گوش نمیدهد به حرف خانمشان. حضرت
به بی هاجر صدا میکنه یا ابراهیم، این جایی که ما را گذاشتی امرای فرزندمون در یک صحرای بی آب و علف، به دستور رب العالمین است یا به دستور خدا؟ ابراهیم میگه این به دستور رب العالمین است. میگه اگر به دستور رب العالمین باشد الله ما را ضایع نمی کند. فرشته می آید به حضرت هاجر میگه ای هاجر هرگز ترس نداشته باش، کسی که در جوار خانه پروردگار باشه هرگز ضایع نمی شود. بی هاجر امرای دلبندشان و فرزندشان در یک صحرای بی آب و علف زندگی می کنند به دستور رب العالمین در جوار بیت الله شریف. زمانی که اینها جرعه آبشان تمام می شود، حضرت اسماعیل علیه السلام از دست تشنگی بیهوش می شوند. کامهایشان در کامهایشان از تشنگی می چسبند. حضرت بی هاجره مادر حضرت اسماعیل و خانم حضرت ابراهیم به کوی صفا می رود، از اون بلندی می بیند که کسی وجود داشته باشد در این صحرا که آب داشته باشد برای ما آب بیرید که برای فرزند و طفلکم بیرید. می رود طرف کوی مروه، اونجا می بیند از بلندی چهار طرف را نگاه می کند کسی باشد که برای فرزندش آب پیدا بکند. رفت آمدی بی هاجره هفت بار مکمل اجرا می شود. می رود می آید، می رود می آید. اون از خوشحالی حضرت بی هاجره نمی رود، از مستی نمی رود، به خاطر نگاه کردن بلند کوه نمی رود، به خاطر این می رود که فرزندش از تشنگی دارد هلاک می شود، بیهوش شده آب پیدا بکنند بر فرزندش بدهد. وقتی که بی هاجره هفت بار که می رود و می آید، در کوی مروه، وقتی که میبیند صدایی را میشنود از دستی که جگر خانو، از دستی که خسته بدیر است و فرزندشان بیهوش شده و آبی برای فرزندشان پیدا نمیشود، بی هاجره خسته دیر است، وقتی که صدا را میشنود با خودش میگه خاموش باش که صدایی میآید. بار دوم صدا میزند و صدای می آید، متوجه می شود که از نزدی پای فرزندش ملائک با پایش چارا حفر می کند یا اینکه با بالش می زند آب پیدا می شود. آجل کرده به نزد فرزندشان می آید و آب را جمع می کنند، در جرعه می اندازند برای فرزندشان می دهند. وقتی که برای فرزندشان می دهند آب را، آب فرزندشان از تشنگی نجات پیدا میکند و به طرف آب میگه زمزم. در اینجا پیامبر خدا میگه خدا به مادر اسماعیل علیه السلام رحم کند، اگر آب را جمع آوری نمی کردن این چشمه به سطح جهان بروز میکند. او کما قال علیه السلام. وقتی که در این کنار آب مادر حضرت اسماعیل علیه السلام امرای فرزندشان نشسته بودند که گروه گروه قبیله حرکت میکردن، قبیله جرهم حرکت میکردن، یکی از خانواده های قبیله جرهم متوجه شدند که پرنده منشیند و بلند میشود و پرواز میکند. میگویند که پرنده در جای پرواز نمی کند مگر آب باشه، مگر ما گمان نمی کنیم که اینجا آب باشه، این صحرای به آب و علف است. اصل منظور من بنای کعبه توسط ابراهیم علیه السلام و فرزندشان است. وقتی که یک دو نفر نماینده روان می کنند می بینند که آب اونجا پیدا شده و مادر حضرت اسماعیل با حضرت اسماعیل اونجا کنار آب نشسته است، آب زمزم. این قبیله می آید به نزد مادر حضرت اسماعیل، میگن ما را اجازه اگر بتین ما در اینجا زیست میکنیم. قبیله جرهم
میگه اگر ما را اجازه بتوید ما در اینجا سکونت میکنیم. حضرت مادر حضرت اسماعیل میفرمایند اگر شما اینجا زیست میکنین شرط است که شما از آب استفاده نمیکنین. سرانجام میاین زندگی میکنن. حضرت اسماعیل علیه السلام فرزند ابراهیم علیه السلام در آنجا در میان مردم یک شخصیت عالی مقام است و بهترین شخصیت در میانشان است و این قبیله جرهم همگی پیهم یکی پیدیگر می آیند و در اطراف بیت الله شریف زندگی می کنن و زیست می کنن. قبیله جرهم و حضرت اسماعیل که بزرگ می شود از قبیله جرهم نکاح می کند، یکی دخترش را به حضرت اسماعیل به نکاح در می آورد. روزی روزها حضرت ابراهیم علیه السلام به خانه فرزندش می آید. می آید از خانم حضرت ابراهیم پر اسماعیل پرسان می کند فرزندین کجاست؟ اسماعیل میگه رفت است به خاطر پیدا کردن لقمه نان. به خاطر پیدا کردن لقمه نان رفته. از وضعیت اقتصادی حضرت اسماعیل علیه السلام پرسان می کند. حضرت ابراهیم علیه السلام از وضعیت اقتصادی اسماعیل علیه السلام پرسان می کند. از زندگی شکایت می کند. از وضعیت اقتصادی علیه السلام از وضعیت زندگی اقتصادی اسماعیل علیه السلام خانمشان شکایت می کند. ابراهیم علیه السلام میگه وقتی که اسماعیل علیه السلام آمد برش سلام مرا برسان و بگو که آستانه درش را تبدیل بکنن. وقتی که اسماعیل علیه السلام پیامبر بودن میفهمیدن، وقتی که آمدن احساس کردن گفتن کسی نیامده بود، گفتن پیرمرد آمده بود و برای تو سلام گفت. از اوضاع اقتصادی ما پرسان کرد و پرسان برش گفتم که اوضاع اقتصادی خراب است و برای تو گفت که پیام مرا برای اسماعیل برسان که آستانه درش را تبدیل بکنه. اسماعیل علیه السلام گفت که اون پدری ما بوده و آستانه دری ما تو هستی و باید ما از تو جدا شوم و برو به نزد قبیله برو و طلاقش داد. از زندگی شوهرش شکایت کرد. بعد از قبیله جرهم اسماعیل علیه السلام نکاح کردند. وقتی که نکاح کردن اسماعیل علیه السلام دیری نگذشته بود که ابراهیم علیه السلام آمد به خانه فرزندشان. آمدن از اسماعیل علیه السلام پرسان کردن، گفتن به خاطر پیدا کردن لقمه نان رفتن. گفتن چی طور است وضعیت اقتصادی؟ گفت الحمدلله وضعیت اقتصادی من خوب است و حمد و ثنای پروردگار را می گیم. گفت فرزند وقتی که اسماعیل علیه السلام آمد برش سلام مرا برسان، بعد از رساندن سلام ما بگو که آستانه دری خود را محکم بگیرند. وقتی که اسماعیل علیه السلام آمدند پرسان کردند کسی نه آمده بود؟ گفتند آمدند. وقتی که گفتن پیامی داشت برای تو، پیام شرسان، گفت که آن موی سفید برای تو پیام داد که آستانه در را محکم بگیرن. اسماعیل علیه السلام می فرماید اون آستانه در تو هستی و اون موی سفید پدر ما است و پیام داده برای ما که تو باید از ما جدا نشوی و پیوندشان محکمتر و مضبوطتر شد. بعد از دیر وقتی نگذشته بود که ابراهیم علیه السلام آمد که اسماعیل علیه السلام تیر می سازد در زیر درخت و نزدیک چای زمزم. حضرت ابراهیم علیه السلام که آمد و اسماعیل علیه السلام از پدرشان مهمان نوازی کردند. همون شکلی که یک فرزند از پدرش مهمان نوازی می کند. وقتی که آمدن اسماعیل علیه السلام را گفت ای اسماعیل علیه السلام الله عزوجلال پیامی برای ما داده، امری کرده الله متعال. گفت پدرم هر امری که هر دستوری که الله کرده انجام بده. گفت فرزندم من برای
اعمار بیت الله شریف مامور شدم، باید بیت الله را اعمار بکنم و مرا همکاری و کمک بکن. همان بود که پدر حضرت اسماعیل، حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام آغاز به کار کردند. حضرت ابراهیم علیه السلام خودشان بیت الله را اعمار میکردند و فرزندشان داشتند، برشان سنگ می آوردند در مقام ابراهیم علیه السلام. بنازم اون پدری را که خودش در کار نیک سهم می گیرد و فرزندم کارش می کند. امروزه فرزندان ما سراغ داریم که پدر را تحویل نمی گیرند، با پدر سلام نمی اندازند. خوشا به حال فرزند، پدری که فرزندی دارد در کار نیک پدرش را همکاری می کند. و دعا می کردم که ربنا تقبل منا، ای پروردگارا این کار نیک ما را به درگاهت قبول و مقبول بفرما. با این کار نیکی که انجام می کردن هر دو با صدای بلند می گفتن که خدایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارا این کار نیک ما را قبول به درگاهت بفرما و تو شنوندا و علیم و دانا هستی. ربنا تقبل منا انک سمیع علیم. و ابراهیم علیه السلام دعا کردن برای امنیت و آرامش مکه، عبر امنیت و آرامش آنجا. پس سومین شخصی که بیت الله شریف را اعمار کرده ابراهیم علیه السلام بوده با همکار فرزندشان، که امروزه مسلمانان جهانی اسلام آنجا می روند، سال یک بار تجمع می کنند و به عبادت و بندگی پروردگار می پردازند. وقت زمانی که حضرت آدم الله متعال به فرشته ها در نخستین بار گفت که این جاعل فی الارض خلیفه، ما در روی زمین خلیفه مقرر میکنم، و همه فرشته ها گفتن که خدایا وقتی که تو خلق میکنی آدم علیه السلام را فساد میکند و خونریزی میکند. الله گفت اینی اعلم ما لا تعلمون، آنچه که من میدارم شما نمیدارید. از همونجا الله متعال بیت المعمور را در زیر عرش آفرید و بر ملائکه ها گفت که شما طواف این بیت المعمور را بکنید، که روزانه در بیت المعمور 50,000 ملک عبادت الله را میکنند و طواف بیت الله را میکنند، تا به روز قیامت این 50,000 ملک که عبادت پروردگار را کردند و طواف بیت المعمور را انجام دادند، دیگه تا روز قیامت نوبتشان نمیرسد. و الله در زمین بیت الله را آفرید و پیدا کرد و اهل زمین را گفت که شما در این بیت الله شریف طواف بکنید، که مسلمانان جهان اسلام سال یک بار تجمع میکنن، حج فرضی را انجام میدهند. الله متعال همه ما و شما را به آنجای مقدس برساند. الله متعال و اشخاص و افرادی که آنجا میروند حجشان را به درگاهش قبول و مقبول بفرماید. الحمدلله رب العالمین، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافينا قبل ذلك، وصلى الله عليه وسلم.